انتخابات پارلمانی افغانستان تا حدود 10 روز دیگر برگزار می شود. چالش ها و فرصت ها در این انتخابات کدامند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. انتخابات پارلمان افغانستان 20 اکتبر یا 28 میزان مهر ماه با 3 سال تأخیر برگزار می شود. همزمان 53 نهاد دولتی و غیر دولتی قرار است بر آن نظارت کنند، اما نگرانی عمده این است که برگزاری انتخابات در بخش بزرگی از کشور غیر ممکن است. حضور جنگجویان مخالف حکومت و راه‌های صعب العبور دو دلیل عمده برای سخت شدن برگزاری این انتخابات است. با وجود همه مشکلات، جنب و جوش فراوانی برای برگزاری آن بین مردم و نهادهای مدنی و سیاسی دیده می شود. در این برنامه چالش ها و فرصت ها در انتخابات افغانستان را بررسی می کنیم. آیا این انتخابات با مشکلات پیش روی آن به نتیجه دلخواه می رسد؟ اگر می رسد، این مجلس چه فرقی با مجلس پیشین خواهد داشت؟ 4 میهمان داریم. داوود سلطانزوی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان از کابل با ماست. فرشته زیایی، فعال اجتماعی از استکهلم. سابینا ثاقب، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و عضو کمیته اصلاح قانون انتخابات از تورنتو. و اینجا در استودیو هارون امیرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. خوش آمد میگم به همه مهمان ها. بذارید از کابل شروع بکنیم، از قلب اتفاقات. آقای سلطانزوی، به نظر شما چرا این انتخابات علارغم همه نگرانی ها قرار هست که برگزار بشه؟ فکر میکنید چه فایده ای داره برای افغانستان برگزاری این انتخاب؟ سلام بر همه. چند علت تست فکر میکنم که انتخابات در این حال برگزار میشه. اولی که مندار پارلمانی که فعلا روی کار است، این پارلمان 8 سال، یعنی 3 سال زیادتر از موعدش بالای مردم افغانستان تحمیل شده و از کارکردش مردم افغانستان راضی نیستن. موضوع دوم که متاسفانه خارج از کنترل مردم افغانستان و افغان هاست است که ما ممالک چون افغانستان گاه گاه مطابق تقسیم اوقات و برنامه های ممالک دیگری که با ما کمک میکنن و متحدین ما و همکاران بین المللی ما، مطابق خواسته های داخلی از اونا باید عیار بسازیم وضع مملکت. و یکی از علله که انتخابات باید صورت بگیره، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و مالیه دهندگانشان باید یک دستاورد قابل لمس را در افغانستان ببینن و به او اساس دولت‌ها و حکومت‌های این ممالک و حکومت افغانستان مجبور هستند این دستاورد را نشان بدن، ولو که پیامدش هر چیز باشه. این موضوع دومی است. و موضوع سومی، مندار در یک دموکراسی که انتخابات پارلمانی 3 سال به تعویق بفته، اگر باز هم صورت نگیره، ناکامی پروسه را نشان میده. به او خاطر ما باید این کار را بکنیم. اما من متاسفانه باید عرض بکنم که امکان داره نتایج به او اندازه که دلخواه باشه دلخواه نخواد بود، برای اینکه موضوع امنیت که یکی از چالش های بسیار عمده است هنوز هم در سر راه انتخابات وجود داره و در عین زمان چالش هایی که کمیسیون انتخابات با او روبروست همیشه حل نکرده. موضوع شفافیت انتخابات یک موضوع دیگه است که هنوز هم در ذهن های مردم افغانستان از هان جامعه بین المللی وجود داره. خانم ثاقب، نظر شما چیه؟ شما خودتون خیلی تلاش کردید که انتخابات افغانستان به نوعی اصلاح بشه در همون کمیته که فعال بودید در دوره نمایندگی. آیا فکر می‌کنید این اصلاحاتی که مورد نظر اون کمیته و شما بود اعمال شده؟ متاسفانه بیشترش نشده و یکی از این موارد، موضوع برگزاری انتخابات با استفاده از ثبت نام رای دهندگان قبل از قبل و استفاده از کارت‌های به جای استفاده از کارت‌های رایدهی از شناسنامه‌های الکترونیک بود و این اولین و مؤثرترین قدم میتونست باشه برای یک انتخابات شفاف و جلوگیری از تقلب‌ها نشد. یکی از اون موارد که استفاده از دستگاه بایومتریک است، خیلی دیر البته این دستگاه به افغانستان رسیده و مسئولین تصمیم گرفتن که از این استفاده کنن، که خودش میتونه یک موزل و مشکل به وجود بیاره و نه تنها که راه حل مناسبی نباشه، چون در زمان مناسبی به دست کسانی که قرار است انتخابات برگزار کنند نرسیده. و از طرف دیگه من فکر میکنم نیت و
انگیزه هایی که برای برگزاری انتخابات دیده میشه متاسفانه متفاوت هست و همه از اینا نشان میده که انتخابات افغانستان مثل گذشته با چالش هایی همراه خواهد. آیا میرزاده نظر شما؟ به نظر من متارک شما گفتین که یک انتخابات است، یک فرصت و یک چالش است و فکر میکنم یک آزمون خیلی بزرگ برای دولت افغانستان و جامعه جهانی است. دولت افغانستان و جامعه جهانی علی رغم از اینکه در اینجا ناامنی وجود داره به هر قیمت باشن میخواد یک انتخاباتی برگزار کنن. ما در گذشته دیدیم برای جامعه جهانی و دولت های افغانستان که از برایند تقلب انتخاباتی به وجود آمدن زیاد برایشان زیاد مهم نیست که چقدر انتخابات سالم است، چقدر دموکراسی در اینجا نهادی نشده. برای آنها مهمی است که برای دنیا و جهان و نشان بدن که در اینجا یک انتخابات وجود داره انجام داده میشه. چالش های امنیتی که وجود داره یکی از گپای اساسی است، ولی ما فراموش باید نکنیم در جاهای هم وجود داره که امنیت بهتر وجود داره، ولی چالش های ناامنی در اونجا عمدتا برای انجام تقلب صورت میگیره. خب بیشتر در اون جاهای صورت میگیره که دولت نفوذ زیاد بر نماینده ها نداره و نمیتونه از اونجا برای خود کدام نماینده های خاص را انتخاب کنه، به خاطر اینکه دولت در تمام حالات در تلاش چیزیست که یک پارلمان دست نشانده کاملا وابسته به خود داشته باشه تا بتونه برنامه ها و پروگرام های خود عملی کنه، چنانچه در گذشته ما دیدیم این پارلمان گذشته افغانستان همواره در کشمکش با دولت قرار داشته و دولت تجربه تلخ گذشته را نمیخواد دوباره تکرار کنه و باید یک پارلمان باشه که خیلی بیشتر مطیع دولت باشه تا اینکه دولت از دولت پاسخگو و یا حسابدهی باشه. آقای امیرزاده به این موضوع برمیگردیم، موضوع بسیار جالبی رو بهش اشاره کردین، اما اجازه بدین از خانم زیایی در مورد فعالیت‌های مدنی در مورد این انتخابات بپرسم. میدونم که خیلی از گروه‌های مدنی و سیاسی در داخل افغانستان به جنب و جوش افتادن، علاقمند هستن که تغییر ایجاد بکنن و از این فرصت میخوان استفاده بکنن. شما حتما با اونها در تماس هستید، نگاه شما به این انتخابات چطوره؟ با عرض سلام حضور تمام دوستایی که مرا میبینن و صدای من میشنون، ما به مقایسه انتخابات قبلی، نه ای که بخوایم مقایسه کنم که چگونه باید باشه، فقط به مقایسه انتخابات قبلی خیلی خوشبین‌تر هستم و دید مثبت دارم، به خاطر که در این دوره کسایی که واقعا فعال مدنی بودن تا امروز کار کردن، تلاش کردن و از سطح علمی و آگاهی اجتماعی بهتر دارن، از اون سطح بهتر میان، اونا تعدادشان بیشتر است در این دوره، جوانا زیادتر هستن، جوانای تحصیل کرده و این خودش مرا امیدوار میسازه. خب زیایی، جوان ها شرکت کردن به عنوان کاندیدا، اما یه شما فضای مناسبی در جامعه افغانستان میبینید که اقبالی داشته باشند به جوانهایی که شما ازشون نام میبرید و خوشبین هستید بهشون؟ ای که یک فضای دموکراسی باشه شرط اول انتخابات است، ای که همه بتونن سهم بگیرن و همه مستقل بدون ای که دیگرا بالایشان تاثیر بگذاره یا فشار وارد کنه نظر خود را داشته باشن و به اساس همون نظر خود رای بدن. و ما متاسفانه چنین وضعیت در افغانستان نداریم، اما چند درصد کمه که کسایی که این آگاهی را دارن و میدانن که رأی خود را آگاهانه به چی کسی بتن، به نظر من فرصت از اونا نباید گرفته شود و این انتخابات اگر چه سمبولیک هم باشه مهم است، چون امنیت اگر وجود نداره، اگر وضعیت شکل است، پس نباید ما فرصت را که ولو هرچی کم هم هست از کسایی بگیریم که شاید، این امیدواری همیشه است که شاید وضعیت افغانستان از این حالت بهتر شود، شاید در دوره بعدی ما یک حکومت بهتر و موثرتر داشته باشیم که برای اون حکومت بهتر و موثر ما جوانای آگاه را نیاز داریم. من خودم شخصاً با پارلمان قبلی هیچ وقت موافق نبودم و سیستم و شیوه کارشان هیچ وقت تایید نکردیم، همیشه فساد مالی و اداری بوده و از این خاطر من زیاد طرفدار آمدن یا داخل شدن همو وکیلای پارلمان دوباره در پارلمان نیستم. تعداد محدود خوب کار کردن، از این همیشه چشم پوشی کرد، ولی خیلی محدود بودن.
و اگر این دوره جوانای آگاه و تحصیل کرده بتانند داخل پارلمان شوند، امیدواری بیشتر است. یعنی دموکراسی خودش یک پروسه است، یک دفعه‌ای به وجود نمیاد. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که افغانستان یک دفعه‌ای در 10 سال، 14 سال، 15 سال با کشورهای دیگه به همسطح شود از نظر دموکراسی و از نظر رأی مردم و اینا. ولی خب ما کم کم او را پیش میریم. بله. شاید تمام مرحله هم برسیم. آقای سلطانزای، خوشبین هستند خانم زیایی. شما چطور؟ شما هم خوشبین هستید؟ فکر میکنید حضور گسترده عده قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده در میان کاندیداها بشارت یک پارلمان متفاوت رو میده؟ ما مردم افغانستان عمی که در این مملکت هستیم خودش خوشبین بودن است. برای اینکه در این شرایط زندگی کردن با جز اینکه خوشبین باشین بسیار مشکل است زندگی بکنه در این مملکت آدم. مگر با بعض گفته های خانم زیایی هم نواستم، اما کاش واقعیت ها چنین باشه. من بسیار از نزدیک اوضاع را مراقبت میکنم و از نزدیک ما تعقیب میکنم صحبت های کاندیداها را، حتی به برنامگی یک اداره. درست است که شاید یک عده محدود از کاندیداها باشند که در ردیف کاندیداهای قرار داشته باشند که امیدوار باید باشیم به اونا، اما کاش اونا رای ببرن. من بیمزی دارم که یک ایده را که من مطالعه میکنم با تمام بی‌برنامگی و سطحی بودن بحثشان با پول فراوان و ثروت فراوان داخل از مبارزات انتخاباتی شدن و یگانه انگیزهشان قدرت داشتن است. برای اینکه پول دارن، وظایف هم یک ایدهشان دارن، وظایف بسیار مثمر دارن که میتونن بر جامعه خدمت بکنن، اما که به پارلمان میخواین بیان، بزرگترین انگیزهشان به دست آوردن قدرت است که در پارلمان به شکل غیر متناسب در 8 سال جلوه داده شد و اجازه داده شد که اینا به صورت غیر متناسب ماورای صلاحیت های خود حرکت بکنن و یک اشتهای کاذب در جامعه به وجود آورده بین یک ایده از کاندیداها و اونا فکر میکنن که اگر برنده شوند هم پول دارن و هم قدرت خواهد داشتن و فرعون زمان خواهد بودن. و خدا کنه که معادله صحبت آقای امیرزاده چی هست؟ این که میفرمایند که به نظر میاد که حکومت هم دست اندر کار هست تا آدمهای خودش رو به پارلمان بفرسته. در هیچ شک و شبهه نیست که هر حکومت در این سرزمین های مثل افغانستان، هر حکومت ولو که بسیار حکومت شفاف هم باشه، کوشش خواهد کرد که پارلمان داشته باشه، که پارلمان دوست باشه، پارلمان باشه که هم آوازشان باشه، حداقل مخالفت های زیاد نکنن و حداقل حکومت داری قوه اجرایه را به چالش و زیر سوال نبرن و صدرای کارهای اصولی یا غیر اصولی از حکومت نشوند. یه شک نیست که حکومت کوشش خواهد کرد و نه تنها حکومت بلکه اعضای کابینه به زعم خود هر کدامشان کوشش خواهد کردن که وکلای را کمک بکنن. ما خبر دارم یک تعداد اعضای کابینه کوشش دارن که یک تعداد وکلای را کمک بکنن که باز بعدن ممد به اونا واقع شود. یه شک نیست. خانم صاغب، نظر شما چیه؟ به نظر میاد که به هر حال سر این موضوع که بسیاری از دولت‌ها در همه جای جهان ممکن است تلاش بکنن افراد نزدیک به اونها وارد پارلمان‌ها بشن برای اینکه کارشون راحت تر بشه، حق با آقای سلطانزوی هست. اما مسئله شیوه و روشی است که این کار انجام میشه. شما سابقه نمایندگی پارلمان رو دارید. آیا شیوه هایی که در افغانستان دیدید اون شیوه هایی هست که شما خیالتون راحت باشه که اون کسانی که به پارلمان میرن همون کسانی هستن که باید؟ وضعیت عمومی افغانستان فراراه انتخابات قسمی است که از طرف نیروهای مختلف از جمله نیروهای مخالف مسلح طالبان داعشیان تهدید میشه و از نگاه سیاسی هم در درون گروه ها و تشکل هایی هستند که یکی از اونها مثلا ائتلاف بزرگی است که تشکیل شده بر علیه دولت، هم از اینا از ابزار و وسایل مشابه استفاده میکنن برای تهدید انتخابات افغانستان. مثلا دروازه های کمیسیون انتخابات رو میبندن با وجودی که به اصطلاح مخالفت یا نظرات سیاسی دارند. بنابراین این مشکل را بسیار زیاد می‌کند. در مورد انتخابات و نامزدان انتخاباتی هم اقشار مختلف خود کاندید کردن. جوانان، زنان، ملتی میلیونرها، روشنفکرها، استادان پانتون، اعضای فعلی پارلمان، فرزندان جنگ سالارا، شماره از نماینده های دولتی، هم از اینا تلاش میکنند
که به انتخابات راه پیدا کنن، انگیزه ها و عوامل درونی هم که اینا رو باعث شده به انتخابات بیاره متفاوت است. ولی اکثرا آنچنان که دوستان ما تشریح کردن، مخصوصا آقای سلطانزوی، این عوامل به خاطر آیا حفظ قدرت و ثروت قانونی و غیر قانونیشان یا به دست آوردن ثروت‌های غیر قانونی، به دست آوردن نمایندگی پارلمان، معافیت سیاسی و از این قبیل و فساد مالی، پنهان کردن فساد مالی و این موضوعات است. در این میان نهادهای مختلف دولتی از جمله حکومت پارلمان، حکومت افغانستان به صورت بسیار شدیدترش طبعا کوشش میکنه که نماینده های طرفدار خودش و پارلمان به اصطلاح حمایت بکنه و در این راه چنان که قبلا هم دیده شد، حکومت های قبلی هم تجربه این رو نشان دادن، از هیچ گونه ابزار غیر قانونی دریغ نخواهند کرد و نمیکنند. از ترس و تطمیع و زور گرفته تا بیسوادی مردم استفاده میکنند و نگرانی هم موجود است حتی استفاده از دستگاه بایومتریک خودش میتونه که در یک همچین موقعیت کوتاهی که آموزش های مناسب داده نشده، یعنی حتی از استفاده از تکنولوژی که قرار است به نفع انتخابات باشه، احتمال از این میره که سوء استفاده شه و تقلب را بیشتر دامن بزنه. من در صحبت های همه عزیزان این حس رو میکنم که همه نگران یک نوع تقلب در انتخابات هستند به نوعی. آقای امیرزاده چرا فکر میکنید علارغم تمام تلاشی که کمیسیون مستقل انتخابات داره میکنه برای که انتخابات رو سالم برگزار بکنه، علارغم اینکه 53 نهاد میگن ما میخوایم بریم نظارت بکنیم، هنوز این نگرانی ها تا این حد وجود داره؟ با توجه به تجارب گذشته که وجود داره، تقلب یکی از نسبت به امنیت حتی تقلب بالاتر از او و از یک کابوس اساسی در مقابل کاندیداهای بخصوص جوانای و زنای که اکنون خود کاندید کردن با نظریات سالم و اصلاحی وجود داره. این یک با تأسف که در 18 سال گذشته با حضور جامعه جهانی و دولت‌های افغانستان، اکثریت رهبرای و از رئیس جمهور گرفته تا پارلمان افغانستان برآمده یک پروسه تقلب بوده و این با یک فرهنگ تبدیل شده. حالا در جامعه افغانستان چنان این یک نهادینه شده که بسیاری‌ها فکر میکنن که با آوردن یک برنامه جدید مثل ماشین بیومتریک میتونن تقلب را شکست بدن. مهندسان متقلب اونا بسیار با آسانی میتونن هر نمتونن. ممکن است اینطور باشه آقای امیرزاده، ممکن است. در بسیار از آقای سلطانزاده به درستی اشاره کردن این مشکل فقط افغانستان نیست، بسیار از کشورهای دیگه درگیرش هستن. بحث این هستش که به هر حال یک حکومت چه باید بکنه؟ نباید انتخابات برگزار بکنه؟ خود شما و آقای سلطانزاده در آغاز گفتین 3 سال به تاخیر افتاده. اگر که به هر حال این انتخابات رو برگزار نکنن با همه این چالشایی که بهش اشاره میکنین چه بکنن؟ مهندس اساسی تقلبات در انتخابات معمولا متهم دولت شده. دولت در تلاش چیزی که مقصد بوده پارلمان میخواد که افراد و اشخاص از طریق غیر قانونی بیاره، اگر نتون از راه مجرای قانونی بیاره انجام بده. خود کمیسیونی که ساخته شده، کمیسیون مستقل کمیسیون اصلا مستقل نیست. تجارب گذشته نشان داد که تمام افرادی که به نفع دولت تقلب کرده، امروز پست ها و مقامات بلند در کنار آقای غنی دارند و یا در کنار آقای عبدالله قرار دارند. به این خاطر نگرانی اساسی از تقلب بیشتر از حضور افراد زورمند است و مهمتر از همه دولت است، چون دولت هر نوع نیرنگ را استفاده میکنه تا بتونه با مخواستای اساسی خود برسه، و به این خاطر است که مردم به جهت نگران نیستن. نفس حضور جوانا در انتخابات افغانستان، در انتخابات پارلمانی یا حضور پررنگ زنها برای اصلاحات و عدالت در افغانستان بسیار مهم است. اما این مهم نیست که اگر نتونستن به انتخابات برن، همین نقطهش بسیار زیاد مهم است که اینها میتونن به طرفدار دموکراسی هستن و نقش اساسی دارن و به چالش میکشن زورمندان دولت و کسانی که در مهندسی تقلبات نقش خواهند داشت. اما نگرانی اساسی در برابر اونمو کشته که ما امروز با او امیدوار هستیم، اینمو زورمنده است، دولت است و کمیسیون است. به این خاطر ما باید به صراحت بگویم منابع
تقلب در دولت در با توجه به تجارب گذشته در افغانستان بیشتر دولت و کمیسون و مقصر بوده و جامعه جهانی هم چشم خود را پود کرده به خاطر که برای مردم خود و جهان نشان بده که در اینجا یک دموکراسی سالم است. متاسفانه وضعیت بحرانی افغانستان و نگرانی های گسترده افغانستان ناشی از این غفلت کاری ها و فریب کاری ها است که هم در سطح جامعه جهانی وجود داره هم در داخل افغانستان وجود داره. اگر یک انتخابات سالم و عالی برگزار شه ما باور دارم که دولت افغانستان کمترین نماینده خواهد داشت، به خاطر اینکه دولت بیشتر منفور است در معنی مردم افغانستان، بیشتر همون نسل جوان و سالم بیشتر خواهد تانست که در پارلمان افغانستان را پیدا کنند و پارلمان افغانستان به عنوان یک پارلمان نمونه خواهد شد. اگر این انتخابات درست برگزار نشود، چون ما گفتیم این انتخابات یک آزمون است، اگر یک پارلمان ناقص و یک پارلمان پر از جنگ سالارها و فرزندایشان که یک تقریبا پارلمان خانوادگی تبدیل شده، اگر تو یک چیز داشته باشه ما باور به این دارم که انتخابات ریاست جمهوری که در انقریب دایر میشه او هم با چالش برگزار خواهد شد و بیشتر مردم مایوس خواهد شد و مردم بیشتر در انتخابات سهم نگرفت. من یک نکته دیگر هم اضافه میکنم در موردی که ناامنی وجود داره، مردم افغانستان با ناامنی ها بسیار عادت کردن، از ناامنی ترس ندارن، از تقلب بیشتر ترس دارن، از بی‌عدالتی بیشتر ترس دارن و این باعث میشه که ایده مردم در انتخابات اشتراک نکنه. خانم زیایی، به نظرم تنها آدم خوشبین در جمعی که ما دست کم اینجا دعوت کردیم شما هستید. علی‌رغم همه این چیزهایی که آقای امیرزاده برشمردن، فکر میکنید چرا هنوز در جامعه سیاسی و مدنی افغانستان این همه امید هست به اینکه این انتخابات بتونه تغییر ایجاد بکنه؟ من از مستان 2016 در افغانستان رفتم، یعنی 2 سال پیش، و یک ماه در کابل بودم و در یک ماه من کوشش کردم از هر ساعتی که اونجا هستم استفاده بکنم و تا حد ممکن در هر جای برم با مردم، با ارگانهای دولتی، با افراد، با خیلی ها ملاقات داشتم و من فقط نتیجه گیری خود را میکردم، چون هدف من یک نوشتن یک کار تحقیقی بود و میخواستم ببینم واقعا و مخصوصا چیزی که برام بیشتر مهم بود فعالیت سیاسی زنها در افغانستان بود که آیا سیمبولیک است یا واقعا زنها فعال هستند. و من در اونجا با چهره‌های خیلی خوب شناختم که از دور میشناختم، دربارشان شنیده بودم ولی از نزدیک ندیده بودم شانه. یعنی خوشبینی ما فقط به دلیلی که من دور هستم نیست، بلکه من با مردم بودم و با مردم شیشتم و با اونا صحبت کردم و من فکر میکنم با وجود تمام فساد گسترده که در افغانستان تنها از طرف دولت نیست بلکه از طرف تمام احزاب وجود داره، از طرف هر نیرویی که در افغانستان اگر قدرت داره او قدرت حتما از راه نامشروع به دست آورده، با وجود این مردم امید خود از دست ندادن و آخرین چیزی که از دست داده میشه در زندگی یک انسان امید است. امید هنوز در مردم وجود داره و من به همو امید میخوایم خودم امیدوار بسازم کم از کم که فعلا مردم تلاش میکنن، مردم وجود دارن و من به خاطر کوتاه ساختن دست پسرای جنگ سالارا که میخواین دوباره به پارلمان داخل شوند، فکر میکنم به جایی که به دامن دولت بچسبیم یا از دولت انتظار داشته باشیم باید به مردم رجوع بکنیم، به مردم بگوییم که شما روی بگردانین از این آدم ها، چون این آدم ها قدرتشان باز در نهایت از خود مردم میگیرن. اگر مردم اینا را حمایه نکنن اینا تنها با پول و تفنگ خود هیچ کار نمیتونن کردن، بنابراین باید به مردم رجوع شوه. و من فکر میکنم که اگر ما یک پدیده را رد میکنیم باید جایگزین از یک پدیده دیگر داشته باشیم. اگر ما میگیم که این انتخابات موفق نیست، پس چی راه وجود داره که انتخابات موفق باشه؟ خب امنیت نیست، اقتصادی افغانستان مشخص از زیربناها وجود نداره، مردم فقیر هستند، در مقابل پول حاضر میشن از عدالت بگذرن، چی کار میتونیم بکنیم جزی که تلاش بکنیم. دوباره مثل کودکی که هر بار میفته دوباره استاد میشه و راه میره، دموکراسی افغانستان اونمو کودک است که هر بار میفته و دوباره مجبور از سر پای استاد شوه، ما دیگر راه نداریم. 3 سال به تعویق افتیده و امروز باید این انتخابات ولو به هر حالتی که است بگذره تا ای که ای از این مرحله هم بگذریم
یک پارلمان جدید داشته باشیم و مردم آگاهانه رای بدن، یعنی فقط رجوع کردن به مردم. متشکرم خانم زیایی. آقای سلطان زیایی، من میخوام پاسخ شما رو به حرفایی که از آقای امیرزاده شنیدیم و خانم زیایی بشم. آیا شما هم نظر هستید با آقای امیرزاده یا بیشتر به خانم زیایی نزدیک هست نظر؟ ما نظر ما با هر دوشان متفاوت است، با کمال احترام به هر دوشان. اول خوب باید عرض بکنم که ما پروسه انتخابات رد نمی کنیم که خانم زیایی میگه بدیلش ارائه کنیم. ما فقط چالش ها و مشکلات برملا می سازیم که در گودال نفتیم. ضرور نیست که وقتی که چالش گفتیم باز با معنای ازی باشه که پروسه را رد کردیم. دومی که ما تصویر را که از افغانستان میگیریم، اگر یک ما اینجا هستیم تصویر ما به مو اندازه است و اگر هر روز هستیم تصویر ما با مو اندازه بزرگتر است. ما با تمام احترام با مطالعات خانم زیایی باید عرض بکنم که تصویر واقعی روزمره افغانستان آنقدر در حالت جولان و تغییر است که فقط در 2016 یک ماه مطالعات برای ما تصویر کلی را نمیده. با تمام احترامی که مطالعات از اینا را ما محترم مشمارم و ارزش میتم. در مورد آقای امیرزاده باید بگویم که قبل از اینکه عرض بکنم باید بگویم که در نبود و کمبود احزاب سیاسی سرتاسری و نهادهای سیاسی سرتاسری در افغانستان ما در یک حالت بد و بدتر قرار داریم. آقای امیرزاده فرمودن که دولت اگر مداخله میکنه اینم یک پارلمان میداشته باشیم، اگر نکنه یک پارلمان بهتر میداشته باشیم، در حالی که اینطور نیست. ما در حالی که مداخله دولت رد میکنیم و تقبیح میکنیم اگر صورت بگیره، در این زمان اگر دولت مداخله نمیکنه، مداخله بدیلش هم زورمندها و بزرگمندایی که پولدار شده اونا هستن. او کسایی را که آقای امیرزاده و ما آرزو داریم به پارلمان بیای، اونا متاسفانه کاش که میتونستن که به پارلمان را پیدا بکنن، اما زور و پول و زر و عمو کسایی را که آقای امیرزاده فرمودن که وارثین زورمندا و جنگسالار هستن، متاسفانه بیم ازی میره که اونا به پارلمان را پیدا بکنن. و شفافیت در انتخابات اگر تامین شوه یا نشوه، اگر دولت غرض بگیره یا نگیره، چانس آمدن از اونا متاسفانه در شرایط فعلی با ساختارهای فعلی کافی وجود داره. و من در این زمان باید عرض بکنم که چالش دیگه که ما هنوز را حل نکردیم و باید او مراقبت شوه، چالش الکترونیک ساختن پروسه است که در الکترونیک ساختن پروسه امکان تقلب بسیار بالاتر میره که با یک دکمه میتونین شما هزارها و صدها هزار رای تغییر بتین. به او خاطر ما باید خوشحال نشویم که تکنولوژی عصری چالش تقلب از بین میبره. در این هم بسیار نظارت تکنیکی و نظارت بسیار ماهرانه کار است که ما باید از او آگاه باشیم. در اخیر میخوایم عرض بکنم که ما بدبین نیستیم، مگر ما هوشیارانه باید پیش بریم. ما بدبین نیستیم، مگر ما باید هوشدارانه قدم بگذاریم. ما بدبین نیستیم، اما ما باید آگاهانه در انتخابات داخل شویم و آلارم ها را به صدا بیاریم قبل از اینکه ناوقت شده باشه. خانم ثاقب، شما سالها تلاش کردید برای اینکه سیستم افغانستان از طریق پارلمان تغییر بکنه. در مورد فعالیت‌های زنان شما خیلی صحبت شده، شما خودتون بارها حضور داشتید در برنامه‌های بی بی سی در موردش حرف زدید. آیا سالها بعد فکر می‌کنید این پارلمانی که قرار هست بعد از این انتخابات تشکیل بشه اون چیزی هست که شما مثلا سالهای 15 سال قبل وقتی تلاش می‌کردید بهش فکر می‌کردید یا نه؟ متاسفانه جواب من منفی هست. نه خیر، پارلمان تبدیل شده به میدان رقابت‌های سیاسی، پناهگاه فساد پیشگان، محل اخوازی‌های کلان و رسیدن به قدرت و شهرت، و این مسیر به بیراه رفته. متاسفانه هستن گروه اندکی انگشت شمار که مطابق منافع ملی افغانستان با انگیزه های صاف برای خدمت به وطن قدم گذاشته بودند در گذشته و امروز هم کاندیداها هستند، کسانی که بخواهند برای خدمت به وطن و مردمشان وارد پارلمان افغانستان شوند و نمایندگی از مردم بکنند. اما متاسفانه پارلمان جای خوشبختانه که پارلمان جای مسائل جمعی و تصمیم گیری های جمعی است و متاسفانه که این گروه در اقلیت میمانند در پارلمان و در تصمیم گیری ها و اون نتیجه دلخواه که باید منافع ملی افغانستان را در صدر قرار بدهند نمیتونه برسه. خب بذار من یه جور دیگه این سوال رو مطرح بکنم. شما فکر میکنید اون چالش اصلی که این پارلمان حالا با تمام مسائلی که الان پیش از این انتخابات باهاش دست به گریبان هست
داشته باشه بعد از اینکه نمایندگان به پارلمان میرسن چی هست؟ الان به هر حال افغانستان بخش عمده‌ای از کشور گفته میشه که از اختیار حکومت خارج هست، مسئله امنیت خیلی جدی هست. در غزنی اصلا انتخابات برگزار نمیشه، حالا این هم میخواییم راجبش صحبت بکنیم در ادامه این برنامه. فکر میکنید چالش اصلی یک پارلمانی که بعد از این انتخابات به نتیجه وارد پارلمان بشه چی باشه؟ خب جایگاه خود پارلمان تنازع پیدا کرده در جایگاه اجتماع افغانستان، و در صورتی که برایند انتخابات، برگزاری انتخابات پیشروی افغانستان هم چیزی باشه که کمک نکنه به احیای جایگاه و موقعیت پارلمان افغانستان و در راستای تفکیک قوا، در راستای برگزاری یا تصویب قوانین، در راستای نظارت از اجرای قوانین و نمایندگی از مردم، گام‌های مؤثری پیدا انجام نشه که به معجزه میمانه، البته این جایگاه بیشتر تنزل پیدا خواهد کرد و میتونه دموکراسی را در افغانستان به خطر بیندازه، نفس نمایندگی از مردم را، ذهنیت مردم را منفی بکنه در اون مورد. بنابراین من فکر میکنم پارلمان افغانستان نه تنها در راستای تفکیک قوا باید نیروی میبود که قدرت‌های مختلف را در افغانستان و قوای مختلف را کنترل میکرد، خودش به قدرت بی‌بدیل تبدیل شده که هیچ کسی و هیچ نهادی موجود نیست که بتونه او را کنترل بکنه. خب خانم صادق، راهش چی هست؟ الان پارلمان اگر که انتخابات برگزار نشه، آقای سلطانزو اشاره کردن به هر حال این پارلمان مدت طولانی هست که سر کار هست، انتقادات گسترده ای هم بهش مطرح شده، اگر این انتخابات برگزار نشه چه باید بکنن؟ امیدواری هایی هست که انتخابات با تمام چالش هایش انجام شوه و هیچ راهی برای این نیست که ما به عقب برگردیم، یعنی برگزار نشدن انتخابات به معنای عقبگرد و یا پس رفتن در این پروسه دموکراسی در افغانستان هست. اما باید مطمئن شویم که مکانیزم هایی که استفاده میکنیم، راه و روش هایی که برای برگزاری انتخابات استفاده میکنیم، آمادگی هایی که داریم مطابق با نیازمندی های باشه که داریم. متاسفانه در افغانستان همیشه در لحظه آخر ما تصمیم به آوردن اصلاحات و تغییر میکنیم. افغانستان از آخرین برگزاری انتخابات تا حال بیشتر از 8 سال فرصت داشته، حداقل 8 سال فرصت داشته که آمادگی ها را بگیره تا امروز مطمئن شود انتخاباتی که برگزار میکنه بهتر از گذشته است، بهتر از انتخابات تقلب آمیز گذشته است. اما متاسفانه کی شروع کردن به این تغییرات و انتخابات؟ 2 سال قبل. پس 6 سال قبلش چرا هدر دادن؟ یعنی ما از نگاه زمانی همیشه در دقیقه 90 شروع میکنیم به آوردن اصلاحات که این دلایل مختلف میتونه داشته باشه، حالا یا حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی است یا انگیزه های درونی در درون دولت و جامعه افغانستان هست که مانع آمادگی های درست برای انتخابات میشه. آیا امیرزاده، یک بحثی الان بهش اشاره کردیم، بحث غزنی هست، آیا میشه بدون غزنی یک پارلمان داشت و اون رو در واقع، آیا اصلا این اقدامی که داره صورت میگیره، اینکه غزنی رو بذاریم بیرون، انتخابات رو بعدا برگزار بکنیم، اقدام قانونی است؟ ما فکر میکنم که بحث غزنی یک بحث بسیار داغ است و بحث بود که در پارلمان افغانستان تنش و آفرید، و این خیلی غیر عادلانه است که شما غزنی را مستثنا قرار بدین. و دلایل اساسی که غزنی را به حیث قربانی انتخاب میکنن در این انتخابات، ناامنی در تمام جای افغانستان است، تقریبا یکسان شده، بسیار کم ولایات باشه که نداشته باشه، ولی غزنی را استثنا قرار دادن یک دلیل سیاسی خیلی بزرگ در پشت سرش وجود داره که قبلا کاندیدهای که بیشتر از یک تبار افغانستان از اونجا آمده بودن و عمو وقتم با چالش و مواجه شدن اونها تانسته بودن از راه شفاف و فعالانه اشتراک کنن و کرسی های 11 کرسی که غزنی با خود اختصاص داده بود به دست بیارن. اما با کمال تاسف که دولت در عمو وقت در تحت رهبری حامد کرزی خیلی مخالفت کرد، به سر کمیسیون فشار آورد که باید نتیجه از را تغییر بده، ولی تغییر دادن نتونست. حالا هم عین بازی وجود مردم پشتون داره. اون انتخابات رو بایکوت کردن، درسته؟ من فکر نمی کنم مردم پشتون بایکوت کردن. مردم پشتون بایکوت نکردن، مناطقشان ناامن بودن و بیشتر متاسفانه با کمال تاسف باید بگویم که ایده از مردم پشتون خودشان حامی طالب هستن و طالب نمیگذارن که اونا در انتخابات اشتراک کنه، چون طالبان انتخابات بایکوت کردن. از یک طرف شما باید حامی طالب باشین و از طرف دیگه
بخواهند که حامی دولت و دموکراسی باشن خدایی بازی کرده نمیتونه. شاید مردم پشتون در اونجا مردم های هستن که قربانی همی بازی شدن و نه طرفدار دولت هستن نه طرفدار دیگر، طرفدار نمایندگی سالم خود هستن. اما با کمال تاسف دولت میخواهد با یک تبعیض بزرگ در مسئله غزنی برخورد کنه و این کار میشه که جامعه افغانستان بر دو قطب قومی تقسیم کرده و پارلمان افغانستان کشمکش قومی داشته، جامعه افغانستان داشته، اعتراضات مختلف داشته و هنوز هم دولت با سرتنبگی تلاش میکنه که غزنی را استثناء قرار بده و کاندیدهای مشخص و دلخواه خود از اونجا هم به حساب قومی و هم به گرایشات دولتی وارد میدان کنه. آقای سلطانزاده موافق نیستید؟ بفرمایید. نه خیر، ما تاسف میکنم که آقای حمیدزاده متناقض صحبت میکنن در مورد قومی ساختن افغانستان. خودشان با صحبت خود افغانستان قومی ساختن که یک ایده پشتون طالب است و یک ایده تاجک تر است، در حالی که به تناسب قومی در هر قوم پرو طالب و طرفدارای طالب و مخالفین طالب وجود داره. اگر در یک جای پشتون زیاد است، در یک جای شاید بدخشان شاید تاجکات باشد، در یک جای دیگر شاید هزارا برشان کمک بکنه، در یک جای دیگر ازبکا کمک بکنه، اما برای یک شخص روشن فکر اینه تلویح کردن و باز در عقب سخنهای خود موضوع قومی دیگرها را انداختن به نظر من برای افغانستان کمک نمیکنه. نمیفهم آقای امیرزاده کجا تشریف دارن، اما در داخل افغانستان این دیدگاه وجود نداره. در مورد غزنی هم باید بگویم که با مو اندازه که یک تعداد پشتونا در انتخابات اشتراک نکردن، به تناسب از او یک ایده بسیار زیاد پشتون میخواستن که نماینده داشته باشن و او انتخابات گذشت. اما در این انتخابات ما هم نظر آقای امیرزاده هستم که باید غزنی مستثنا قرار داده نمیشد و برای غزنی اجازه اشتراک داده میشد و زمینه اشتراک غزنی را فراهم می ساختن. می تونستن که یک دو روز یا سه روز انتخابات و تاخیر بندازن و در غزنی انتخابات صورت بگیره و مردم غزنی و اکثریت ولسوالی های غزنی را محروم از نماینده نسازن. و او نماینده های غزنی هم که آمدن چطور امکان داره که سه ولسوالی همه نماینده ها را بیارن و 15 ولسوالی نماینده نداشته باشه؟ این چی نوع شفافیت است که آقای امیرزاده ایر شفافیت میگه؟ من مطلقا مخالف از این صحبت هستم. خانم زیایی شما هم صحبت داشتید، بفرمایید. من صحبت های هر دو دوستای من شنیدم. من خودم از ولایت سرپل هستم و در ولایت سرپل بیشتر طالبا پشتونا نه بلکه ازبک ها هستن. یعنی ما طالب ازبک متاسفانه در شمال خیلی زیاد داریم. امروز اونایی که ناراضی بودن از دولت و رفتن و به طالب ها پیوستن و اونا هم به نوبه خود مانع اشتراک مردم در پروسه رای دهی و انتخابات میشن و ما میتونیم وضعیت غزنی را با وضعیت سرپل هم مقایسه بکنیم. ولی که چرا غزنی استثناء قرار داده شده، من خودم مخالف این موضوع هستم. غزنی نباید استثناء قرار داده می شد، چون وضعیتی که در غزنی وجود داره در ولایت دیگه هم وجود داره و من خودم از قومی ساختن هر موضوع یعنی مخالفش هستم و این را به نفع افغانستان نمی بینم. بله. چون مردم عادی اونا فرق نمی کنه که هزاره هستن، پشتون هستن، ازبک هستن یا تاجیک هستن، موقعیت اونا، فقر اونا، بیامنیتی از اونا، همه که شبیه هم دیگر است، زیاد از هم تفاوت ندارن. و ای که در غزنی اگر همه مردم نمی توانن در انتخابات شرکت بکنن یا یک گروه بیشتر شرکت کردن و وکیلای بیشتر در پارلمان فرستادن، این وضعیت در خیلی از ولایت افغانستان وجود داره. به نظر من وضعیت غزنی میتونست با اعتراضات گسترده تغییر بیافه. بله. مردم اعتراض بکنن و بگوین که نه، غزنی هم باید در این انتخابات باشه و نباید استثناء قرار داده شوه، نباید به گذشته مکرر شوه، چون اگر همو وضعیتی که برای غزنی دولت تشریح میکنه و در نظر گرفته، عین وضعیت در ولایات زیاد افغانستان است، در غور است، در افغانستان، در سرپل است، در خیلی جایی که مردم اصلا نمیتونن برن رای بدن و شرکت بکنن و بنان اگر همه مردم نتونن در یک انتخابات شرکت کنن، او انتخابات قانونی نیستن. ولی این رفت دادن به قوم یا قوم خاص به نظر من این هم عادلانه نیست. ما میخواییم افغانستان داشته باشیم که در او
دولت داشته باشیم که در او هم اقوام شریک باشن. بله. و پرنگ ساختن یک قوم و کمرنگ ساختن قوم دیگه بر نظر مثلا درست نیست. خانم ساقب، نظر شما رو میخوام بدونم، واقعا چقدر الان افغانستان هنوز قومیتی هست؟ چقدر مسائلش قومیتی هست؟ چقدر فراتر از قومیت الان مسائل ملی هست در افغانستان به نظر شما؟ قانون اساسی افغانستان جایگاه اقوام را مشخص کرده که همگی حقوق و وجایب مساوی دارن، ولی متاسفانه در انتصابات دولتی، در عزل و نصب وزرا، در سهمیه کرسی‌های پارلمان، در سهمیه کرسی‌های سفرا، در تمام مقام‌های دولتی و پوزیشن‌هایی که مربوط به دولت افغانستان میشه، این به صورت فیصدی حتی سهمیه بندی میشه. شما حتی می‌بینید در مواد ریاست جمهوری معاونش و معاونینش و معاونین ریاست اجرائیه باید نشان دهنده اقوام یا اشتراک اقوام مختلف باشن، و از این موارد متاسفانه از نگاه سیاسی کسانی که در رأس قدرت هستند همیشه سوء استفاده کردن، بنابراین گرایش های قومی را بیشتر دامن زدن در مورد افغانستان. برگردم به مسئله غزنی. درست است که ناامنی در غزنی وجود داره و قانون در افغانستان اجازه میده که در مواردی که شرایط انتخابات آماده نباشه، انتخابات بعضی از قسمت ها از نگاه جغرافیایی و تعویق بیفته و در زمان دیگری انجام شوه. اما به نظر من و باور من، با توجه به وقایعی که اتفاق افتاد در طول پارلمان گذشته که 8 سال میشه و در طول 2 سال اخیر، نشان میده که از وضعیت بد امنیتی در غزنی سوء استفاده سیاسی صورت گرفته و گویا نمایش داده میشه که به خاطر بد امنی هست که انتخابات غزنی را نمیتونن برگزار کنن، در صورتی که در پس این بد امنی ها مسائل سیاسی بزرگی نهفته است و این باعث یا دلیل اصلی از این است که انتخابات غزنی را به تعویق انداخت. خب بذارید من یه سوال کلی باز از همه آقایون خانم‌ها بپرسم. آقای امیرزاده اشاره کردن که به نظر ایشون مسئله امنیت الان اصلی نیست، مسئله تقلب هست که مسئله ای است که بیشتر مردم در افغانستان باید نگرانش باشن در این انتخابات. نظر شما چیه خانم ساقب؟ من فکر میکنم همونطور که آقای امیرزاده گفتن، بدامنی همیشه در افغانستان وجود داشته، در فصلهای مختلف، در مواجهه با رویدادهای مختلف متاسفانه وقایع بدامنی زیاد میشن. من میخوام بگویم اگر تقلب بیشتر از بدامنی کشنده نباشه برای افغانستان و انتخابات افغانستان، هم تراز با او خطرناک است و ما متاسفانه ای درد را یا ای مشکل را از هر دو آدرس چشیدیم و هر دو از اینا میتونن ممر و همیار با همدیگه جهت تخریب انتخابات افغانستان به اصطلاح کمک بکنن. بنابراین ما با ایشان تقریبا هم نظر هستم. موضوع تقلب در حال حاضر با استفاده از بدامنی های موجود میتونه خطرناکتر و کشنده تر برای برگزاری انتخابات باشه. آقای سلطان‌زاده، به نظر شما هم همینطوره و اگر اینطور هست یا نیست، من میخوام بدونم که چقدر این پراکندگی در همه جای افغانستان قابل درک هست با توجه به این که مثلا الان صحبت غزنی شد، صحبت سرپل شد، پیشتر صحبت قندوز بود، جاهای دیگه بودن که امنیت چندانی نداشتن، هلمند، قندهار همیشه مسئله هستن. چقدر واقعا میشه گفت که این مسئله بخش های از افغانستان هست؟ چقدر الان واقعا یک مسئله سراسری هست مسئله امنیت و تأثیرش بر این انتخابات؟ من میخوام که عرض بکنم که اول در جواب از این سوال باید از استفاده کلمات بسیار احتیاط بکنیم که چی استفاده میکنیم، و در این زمان باید عرض بکنم که کسانی که در افغانستان هر روز با پارچه های وجود انسان ها برخورد میکنن و با حملات انتحاری روبرو هستن، اونا از بدامنی میترسن اما از تقلب تشویش دارن، در حالی که همکاران ما در این برنامه فرمودن که از بدامنی زیاد، از تقلب زیادتر مردم میترسن. این کمک به احتیاطی است در استفاده کلمات. من فکر میکنم مردم افغانستان از تقلب احتمالاً منظورشون در مورد این انتخابات. من فکر میکنم که در انتخابات درست است که مردم در انتخابات از تقلب تشویش بسیار زیاد دارن، اما هیچ وقت نمیتونیم که در پهلوی بدامنی را قرار بدیم. بدامنی در انتخابات یا غیر از انتخابات موضوعی است که مردم افغانستان از او هر لحظه زیان میبینن و میترسن. و در این باید عرض بکنم که من خانم ساقبه تشویش درک میکنم که تشویش در مورد تقلب انتخابات ما را به یک پرتگاه
حیات سیاسی ما روبرو خواد ساخت که بسیار خطرناک خواد بود. اما در این زمان مردم افغانستان این لوکسیت ندارن که به او پرتگاه توجه زیاد بکنن، فعلا اینا دست به گریبان هستن با زنده ماندن. از او خاطر متاسفانه در پروسه دموکراسی که یک پروسه طولانی است و ما نشیب و فرازها داریم، متاسفانه خطرات عملیه های نادرست و ناشفاف غیر شفاف که پروسه های دموکراسی را خدشه‌دار می سازه در حیات فعلی مردم افغانستان یک خطر جزئی شمرده میشه به مقایسه خطرات جانی که مردم افغانستان با او روبرو هستن و این یک واقعیت است متاسفانه. ولی آقای سلطان جای از طرف دیگه میدونیم که مثلا بخش عمده ای الان اعلام کردن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم به خاطر اینکه انتخابات رو شفاف نمی بینن، نگران تقلب هستند. پاسختون به اونها چیه؟ درست، من فکر میکنم که مخلوط از تشویش از شفافیت در شفافیت انتخابات، اما ترس از اشتراک در انتخابات، در حالی که کل همکاران ما در این برنامه گفتن که مناطق زیاد افغانستان ناامن است. پس به این نتیجه میرسیم که در اون مناطق ناامن مردم از خاطر ناامنی زیادتر تشویش دارن که اشتراک بکنن در انتخابات از اینکه از تقلب تشویش داشته باشن. پس ناامنی باز هم چربی میکنه بالای تقلب، تشویش تقلب، در حالی که تشویش تقلب ما نمیخوایم نادیده بگیرم یا خرد جلوه بتم، اما مردم افغانستان زیادتر از خاطر ناامنی اشتراک نخواد کردن از اینکه که از تقلب تشویش داشته باشن. برای که زیادترین مردم افغانستان به نادیده با تقلب با کسای با کسای رای خود دادن که برایشان دیگه های پلو دم کردن و بوجی های آرد دادن و میرن پول تقسیم میکنن. متاسفانه واقعیت اینه میس. آقای امیرزاده ببینین، اگر ما بحث میان ترس بیشتر از تقلب است یا ناامنی است، اگه بین از این دو تا یکش بهتر انتخاب کنیم بگویم کدامش کمتر تشویش ایجاد میکنه، ما با باور ما است که مردم افغانستان پروسه و شکسته شدن انتخابات افغانستان، پروسه به اصطلاح غیر مشروع بودن و برایند یک انتخابات تقلبی باعث ایشی شده که یک کشمکش بین مردم و فاصله بین مردم و دولت با وجود آورده و جامعه جهانی به اعتماد شده و این کار باعث ایش شده که تقلب باعث ایش شده که مردم امید خود به آینده به انتخابات و دموکراسی از دست بتن و این بسیار زیاد زمینه بدامنی را و ناامنی را برای طالبان بیشتر فرصت میده. حتی هستن کسانی که نمیخواین انتخابات برگزار شه، مثل حامد کرزی میگوید باید لوی جرگه برگزار شوه. لوی جرگه بدیل بهتر است نسبت به انتخابات، این ترتیب موجود داره و یعنی اونا میخواین که نشان بتن که در افغانستان آماده دموکراسی نیست، آماده افغانستان یک جامعه قبیله‌ای نیست. نظر شما چیه؟ نظر ما این است که افغانستان آماده است؟ افغانستان هیچ بدیلی دیگه بدون از انتخابات نداره و با صرف نظر از تمام ناامنی ها تقلباتی که وجود داره، یعنی یک فرصت جدید، یک تجربه جدید برای افغانستان است که شاید ما اگه امروز نتونیم فردا ما با در وجود یک دموکراسی بتونیم در افغانستان صلح ثبات و امنیت بیاریم. اما نگرانی ما در تقلب بیشتر است زورمندا و همچنین دولت است و نگله مردم ما از جامعه جهانی است که اونها به اصطلاح سکاندار دموکراسی در جهان هستند ولی خودشان چشم پوشی از تقلب میکنن و به این خاطر است به باور ما تقلب بیشتر باعث از این شده که مردم نگران باشن تا امنیت ناامنی. شما ببینید در انتخابات گذشته مردم کلکاش بریده شد در هرات، مردم طالبا قبلا همه را تهدید کرد، مردم از جان خود از کلک خود نترسیدن ولی رفتن در انتخابات رای دادن ولی بر رایشان خیانت شد. مردم از خیانت بر رایشان بیشتر نگران هستند تا ناامنی. طالبا یک گروه تروریستی است که توسط کشورهای مختلف حمایت میشه و هیده هستند که در دولت افغانستان از او حمایت میکنن به عنوان کارت بازی، هم در انتخابات در تقلب استفاده میکنن و هم برای ترساندن مردم. خانم زیایی بفرمایید. بی‌امنیتی، ناامنی عوامل خیلی زیاد داره. تقلب یکی از او عوامل است. عوامل خیلی متعدد و خیلی زیاد که ما نمیتونیم تقلب برتر از بی‌امنیتی بدانیم و بگوییم که نه، تقلب مهمتر و خطرناکتر از بی‌امنیتی است.
به امنیتی سبب شده که تقلب وجود داشته باشه. و تنها طالبان نیستن که مشکل ایجاد کردن، گروه های دیگه که در افغانستان خود را احزاب سیاسی مینامند، اینا هم عوامل تقلب هستن. تنها دولت نیست، من از دولت دفاع نمی کنم، ولی تنها دولت نیست که عامل تقلب هسته. ما چرا تنها دولت تا و طالب با رنگ روشنتر نشان بدیم و دیگران را نقششه در تقلب کمرنگ بسازیم؟ به نظر من به امنیتی سبب شده که گروه های دیگه در مناطق مختلف افغانستان قدرت و نفوذ بیشتر داشته باشن و رای دادن مردم بیشتر به دلیل خواستا و فشارهای گروه ها باشد تا ای که به دلیل خواست خودشان باشه، یا ای که آگاهانه به کس رای بتن. به این دلیل تقلب یکی از عوامل است، کل عامل نیست تقلب. متشکرم خانم زیای. اجازه بدین یک دقیقه فرصت من از خانم ثاقب هم سوال بکنم. خانم ثاقب، گفتم شما تلاش کردید که این شیوه رو عوض بکنید، مشکلات رو کمتر بکنید. فکر می‌کنید مشکل عمده که باعث شد نتونید موفق بشید چی بود؟ پیشنهادات بسیار خوبی در بسته‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به مقام‌های دولت افغانستان و در رأس رئیس جمهور افغانستان داده شد. متأسفانه به صورت انتخابی مواردی را قبول کردن، مواردی را هم قبول نکردن با بهانه های مختلف، و از تمام اون موارد قبول شده یک مورد که انجام بایومتریک بود در لحظه های آخر و نزدیک به برگزاری انتخابات به اصطلاح زمینه های استفاده عملی از او فراهم شد. همه از اینا نشاندهنده از این است که انگیزه هایی که موجود هست برای برگزاری یک انتخابات سالم کمتر هست، کمتر موجود هست، و این نگرانی اساسی و کلی ما است. اگر امروز ما تقلب را برابر با امنیت میدانیم تهدیداتش، نشانه هایش معلوم است. 3 دفتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 3 ولایت بزرگ و تقریبا امن افغانستان، در بلخ، در قندهار و در کابل بسته میشه، ببخشید در هرات بسته میشه، و این نشان میده که طالب هم میخواد دروازه های کمیسیون های انتخاباتی را ببنده، پروسه انتخابات را مختل بسازه، و ائتلاف های سیاسی و فشار های سیاسی هم میخوان این کار را بکنن. دلایل اونها برای انجام این کار نگرانیشان از تقلب و استفاده از شیوه هاییست که میتونه تقلب را تشویق بکنه و یا ممکن بسازه، فراهم بسازه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به شرایط موجود انتخابات تنها راه حل همیشه بوده، اما انتظار برگزاری یک انتخابات شفاف که بتونه در راستای تفکیک قوا و پیاده کردن بهتر دموکراسی به افغانستان کمک کنه هنوز راه درازی در پیش است. متشکرم از شما خانم ثاقب، خانم زیایی، آقای سلطان زوی و آقای امیرزاده. ممنونم. ممنون از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. این برنامه برای 1 هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما خواهد بود، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه به شناسه @bbcpage2. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شما خواهد بود، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو برای ما بنویسید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.